سال نوتون مبارک. به همراه دوست عزیزم جناب آقای استاد داوطلب عزیز در خدمتتون هستیم با تحلیل آزمون ما 16 فروردین 1399 مال سال گذشته است که برای آزمون امسالتون و همین زمان داریم آمادتون میکنیم. خب سوال اول رو ببینیم. گفته که اگر F همین تابع باشد یک تابع ثابته. ما میدونیم که اگر یک تابع ثابت باشه یعنی در حالت کلی به ازای تمامی ایکس ها ایگرد ما یعنی وای ما ثابت خواهد بود. پس اول در این قسمت اولین قسمت رو تعیین تکلیف کنیم. ببینید این یک داره، در این قسمت هم ما یک داریم. نتیجه میگیریم که سی ما همون 64 هستش. پس ما میگیم که سی ما همون عدد 64 هستش. و دوباره دقت کنید چون که این عدد 2 هست، این عدد 3 هست، یعنی یک باشه همون عدد 64 هستش، چه 2 باشه چه 3 باشه همشون عدد 64 هستن. پس آ 2 با ب 3 باید چی باشه؟ برابر باشه. پس ما میایم میگیم آ 2 ب 3 همشون باید 64 باشه. نتیجه میگیریم که آی ما مثبت منفی 8 و ب 3 چون که توانش فرده همون عدد 4 خواهد بود. پس ما فهمیدیم که آ و ب چه عددی هستش. حالا میریم سراغ تابع ژ که گفته تابع ژ یک تابع همانی هستش. ما میدونیم که تابع همانی ما دقیقاً به این صورته، ژ ایکس مساوی با یک ثابت عدد ایکسی هستش که باید این یک باشه. پس از اینجا ما میفهمیم که کای ما باید 2 باشه. پس نتیجه میگیریم که کا باید 2 باشه. 2 علاوه 1 میاد 3، 3 سوم میاد 1. حالا میگه حاصل این چنده؟ خب پس ما میگیم که سی ما چند شد؟ سی همون 64 هستش. بله، آی ما شد مثبت منفی 8 و در نتیجه به علاوه کای ما بمون 4، اینم کا همون 6 میاد. دقت کنید در این قسمت اینو با این ساده کنیم، این میاد 8، 8 6 میاد همون مثبت منفی 4 سوم که فقط منفی 4 سوم در گزینه ها هستش. نظر استاد رو بفهمید. سوال راحتی است با توجه به مفاهیم تابع ثابت و تابع همانی. تعریفی که شما در کلاس دهم خوندید که تابع ثابت چیه، تابع همانی چیه، از اونها رفتیم. یه سوال کاملا استاندارد میتونه سوال آزمون های مختلف باشه. به ندرت فکر میکنم چون سوالی در کنکور داده میشه، ولی خب برای آزمون ها ممکنه باز شب اینو ببینید. خیلی تله روتینی داشت و همونطور که استاد هم حل کردن اصولا باید میگفت مثلا آ مثبته، چون به جوابی رسیدیم که دوتاش هم ممکن بود. نکته مهمش اینه که اگه بخوایم شناسنامه سوال رو بگیم، تا به حال از این مورد در کنکور سوال نیومده، ولی در کتاب ها و در کتاب های درسی و در کتاب های کمک آموزشی مشابه این تست ها در کتاب خیلی زیاد هستش. بریم سوال بعدی با هم دیگه ببینیم. خب بچه ها برای این سوال دوتا تابع با هم مساوی هستند. ببینید با توجه به اینکه دوتا تابع با هم مساوی، دامنه های باید مساوی داشته باشن. دامنه این x مخالف 2 هست، پس دامنه این هم باید x مخالف 2 باشه. در تابع درجه 2 کی دامنه ما x مخالف 2ه؟ وقتی که مخرجت باشه x منهای 2 به توان 2، درسته؟ یه ضریب 2 دارم، پس من یه 2 هم اینجا میذارم. پس با این حساب میشه 2 تا x 2 منهای 8 x به اضافه 8. پس من سی و دی رو سریع پیدا کردم. سی مقدارش شد منفی 8، دی مقدارش شد 8، کم نقدای این دوتا با هم دیگه جمعشون هم شد 0. حالا بچه ها همین x مساوی با 2 باید ریشه صورت هم باشه با هم ساده بشن. پس من بالا هم میذارم به جای x 2 8 به اضافه به مساوی با 0، از اینجا به هم مقدارش میشه چی؟ منفی 8. یه منفی هم پشتش ضرب بشه میشه مثبت 8. حالا میمونه بچه ها آ رو پیدا کنیم. دوستای عزیزم این 4 بالا به 2 پایین تقسیم بشه میشه 2، یعنی تابع من 2 بر x منهای 2 شد، ولی اینجا آ بر 2 منهای ایکسه. پس آی من هم مقدارش منفی 2 هست و اینجا به جای آ باید بذارم منفی 2. دوستای من این دوتا با هم ساده میشن، منفی 2 با 8 هم میشه 6 و گزینه 4 میشه پاسخ سوال شما. خب استاد شما نظرتون بفرمایید. بسیار عالی. گفتیم سوال با سوال استانداردی هستش، دقیقاً مطابق با کتاب درسیتون هستش، میتونه جز سوالات کنکور هم باشه، یعنی در سالهای گذشته یک بار الا دو بار تست اومده، ولی به صورتی اومده بود که تابعهای F و G رو در گزینه ها میدادن که میگفتن کدوم یک از تابعهای زیر با هم مساوی هستن. ما در این قسمت بحث دامنه و ضابطه رو بررسی میکردیم و میفهمیدیم کدوم یک از اینا جزو جواب مسئله ما میشد.
سوال خوبی بود. حالا فقط بچه ها ممکنه توی این اشتباه بکنن که چرا فقط دو ریشه مخرج شد. در مورد هم شما یه توضیح بفرمایید. چرا عدد دیگه هم همراه با دو ریشه نشد؟ ای بابا ببین مخرج کسری این درجه دو هستش. اگه درجه دو باشه طبیعتاً ما باید دو تا ریشه داشته باشیم. اگر دو تا ریشه داشته باشیم ریشه هاش متفاوت باشن، تو که این فقط ریشه دو داره نمیتونن با هم دیگه دامنه یکسان داشته باشن. پس ما نتیجه میگیریم که این ریشه دو داره، اینم باید حتما همون ریشه رو داشته باشه. فقط ریشه دو رو میتونه داشته باشه، پس دو تا عدد متفاوت نمیتونه باشه. پس میتونیم بگیم این باید در عدد دو باید ریشه مضاعف باشه. و از یه طرف هم چون که صورت کسر این یک معادله درجه اوله، حتما ریشه صورت با یه دونه ریشه مخرج ساده میشه و فقط در مخرج کسر یک ریشه دو باقی میمونه که در آن همون حالت میتونیم بگیم اف و ج با هم برابر هستن. درست. بریم سوال بعدی. بله. خب گفته نگاه کنید، در این سوال گفته اف ما همین تابع گردم مطلق یک علاوه یک علاوه دو هستش و نمودار این به این صورت زیر می باشد. یعنی نمودار ژی ما دقیقاً به این صورت هستش. میگه حاصل آب منهای 3 کدام هستش؟ دقیقاً یک سوالی هست که در مورد انتقال توابع مورد بحث طراح بوده. سوال خوبی هستش، با هم دیگه این حل این سوالو ببینیم. دوستان نگاه کنید، در این قسمت این عدد 3 هستش، چون تابع گرد مطلقی هستش. ما میتونیم برای جی ایکس اینجوری بیان کنیم، بگیم جی ایکس ما دقیقاً ریشه‌اش سمت 3 هستش. پس میگیم ایکس منهای 3 رو داره که ریشه همون 3 رو داده که 3 تا رفته سمت راست و ببینید چند تا اومده پایین، منفی 4 تا اومده به سمت پایین. ولی نکته مهمش اینجاست که وقتی که ما میگیم عدد 0 رو میدیم، عدد چند رو برامون میده؟ منفی 11 دوم رو میده. پس ما در این قسمت یه عدد کایی داریم، یعنی یه ضریبی داشت که با توجه به این در نقطه 0 منفی 11 دوم برامون بده. پس ما میایم برای x عدد 0 رو میدیم، میشه 3 کا منهای 4. پس میایم میگیم 3 کا منهای 4 باید بشه منفی 11 دوم که همون منفی 5 و نیمه. حالا در این قسمت 3 کای ما میشه منفی 5 و نیم علاوه 4 میاد منفی 1 و نیم یا همون منفی 3 دوم. کای ما دقیقا میاد عدد منفی 1 دوم. پس ما فهمیدیم که کای ما هم عدد منفی 1 دومه. خب من جی ایکس رو مرتب بنویسم. نگاه کنید، جی ایکس من شد منفی 1 دوم گرد مطلق ایکس منهای 3 منهای 4. حال میخواهیم این رابطی که برای جی هستش با توجه به آ و ب و س بفهمیم چه انتقالی در مورد این تابع رخ داده که این به این تبدیل شده. نتیجه میگیریم که چون در این قسمت عدد ضریب منفی 1 دوم نداره، میتونیم اون تابع رو به یک منفی 1 دوم ضرب کنیم تا اون عدد آی ما خودشو نشون بده، چون که در اون قسمت کل تابع به عدد آ ضرب شده. پس اگر این رو به منفی 1 دوم ضرب کنم میشه منفی 1 دوم گرد مطلق x علاوه 1 منهای 1. حال میخوایم این دو تا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. پس ما میگیم آی ما همون عدد منفی 1 دومه، پس آ رو فهمیدیم. و نقطه بعدی B ما در این قسمت شده عدد 1، عدد 1 هستش و این قسمت شده عدد منفی 3. پس باید B چه عددی باشه که 1 ما به منفی 3 برسه؟ باید بشه منفی 4. پس B ما همون منفی 4 هستش و در نهایت در این قسمت ما عدد منفی 1 رو میبینیم، ولی در این قسمت عدد منفی 4 هستش. پس میتونیم بگیم C ما هم دکتر چنده؟ منفی 3. منفی بله 3 هستش. حالا گفته که آبه آ رو به ب ضرب کنیم، اگر این دوتا رو به هم دیگه ضرب کنیم میاد 2 و بعد منهای منهای 3 که علاوه 3 میشه که جواب میاد عدد 5 و گزینه 3 جواب این مسئله خواهد بود. نظر استاد رو ببینیم. خیلی سوال خوبی بود، خیلی سوال خوبی، با اینکه استاندارد نیست درسته، دقیقاً خیلی تورانیه، ولی خب بچه‌ها یه سوال آموزشی بسیار عالی است. حالا ممکن یه قسمتایی از سوال برای کنکورتون، برای آزمون‌های مختلفتون دیده بشه، ولی یه سوال خیلی تکمیل، حالا به قول خودمون سوال گردن کلفتی بود. بله، مخصوصاً اونجا که از منفی 1 دوم فاکتور گرفتید واقعا طوفان کردید. اون منفی 1 دوم فاکتور منفی 1 دوم کرد، یا از این ور منفی 1 دوم فاکتور می‌گرفتید اونجا رو بالای منفی 1 دوم ضرب می‌کردید. هر دوتا خیلی جالب، سوال خیلی قشنگی بود. بچه ها امیدوارم که مطالبشو فهمیده باشید. خیلی قشنگه. میتونیم برای این سوال این نکته رو بگیم، روش حل دوم این سوال به این صورت هستش که ما فقط گرد مطلق x رو در نظر بگیریم
و از قدر مطلق x انتقال ها رو بریم جلوتر تا بفهمیم این تابع به چه صورت ساخته میشه، که از اون قسمت A و B و C رو بفهمیم که اون موقع یک کمی مراحل طولانیه ولی دقیقا منطبق با کتاب درسیتون هستش، که در کتاب درسی کتاب اولیه رو ما باید بفهمیم و انتقال ها روی این انجام بدیم تا از اون قسمت بفهمیم A و B و C به چه صورت هستش. روش حل ما به این صورت شد که اول خود تابع رو نوشتیم، بعد از روی تابع یک کمی دستکاری کردیم، به قول خودمون بود دلماغ کردیم تا خود تابع F بده بیاد. پس بریم سوال بعدی رو ببینیم. خب سوال 4. بچه ها تابع F رو داده، F منهای G رو داده، تابع GX از شما میخواد. ببینید دوستای عزیزم، من میخوام G رو به دست بیارم. خب اینجا G رو بیارید این ور، خب تنها G بمونه، بعد این F هم که این وره، این تابع شما بیاد ازش کم بشه. این من میخوام چیکار بکنم؟ میخوام بیام بهت بگم دوست عزیز من، بیا همین 1 و 0 رو زیر این بنویس، 3 و منفی 5 رو زیر این بنویس، 7 و منفی 46 رو هم زیر این بنویس، اینا رو از هم کمشون بکن، اون وقت تابع جه شما به دست میاد. خب این 1 میشه، اینم 2 میشه، درسته بچه ها؟ این 3 میشه، این 10 میشه، این 7 میشه، این هم 40 و 50 میشه، درسته؟ خب حالا بچه ها ببینید این سوال یه تله داره، هر دانش آموزی اینو ببینه نگاه بکنه به گزینه ها، میبینه تا همه شون x به توان 2 رسیده به اضافه 1 شده 2، 3 به توان 2 رسیده شده 9 به اضافه 1 شده 10، 7 به توان 2 49 به اضافه 1 شده 50 و گزینه 3 رو علامت میزنه. طبیعتا این روش و ترفند یه دانش آموز خوبه، ولی خب به اینجا دقت نکردیم که یکی از عباراتمون رو ما حذف کردیم، اصلا به این نگاه نکردیم منفی 6 چی شد، درسته؟ اینجا این سوال باید به ذهن ما برسه که منفی کشیش رو چکار کردیم و باید میشدیم، یعنی اینو باید ما استفاده میکردیم برای اینکه تابع x دو به اضافه یک من یه تابعی است با دامنه r، درسته؟ هر عددی من میتونم قرار بدم و اونم باید مینوشتم. وقتی استفاده نکردم پس تابع من x دو به اضافه یک نبوده، مثلا چی بوده؟ بوده x دو به اضافه یک در x به اضافه یک بر x به اضافه یک، که من مجبور بشم منفی یک رو از اونجا حذفش بکنم و تابم رو استفاده نکنم، یعنی منفی یک و 6 بلا استفاده بمونه. بر همین اساس گزینه 4 رو ما باید انتخاب بکنیم، ولی خب به نظر من یه مقدار سوال سطحش خیلی بالاست، یعنی درسته خیلی روتین بچه‌ها میتونن اینو به دست بیارن، ولی این که مثلا منفی یک و 6 استفاده نشده رو شاید به عنوان یه نکته قشنگ بچه‌ها امروز یاد گرفتن، درسته؟ بله 100%. ببینید دوستان تمامی گزینه ها دامنه هاش R هسته، یعنی تمامی اعداد باید باشه و همچنین F ما هم با J وقتی که داره ترکیب عملیات ضربی ضرب و تفریق یا ضرب و میره نباید حتی یکی از داده ها از بین بره. وقتی که ما میخواستیم اینو از این کم کنیم لزومی نداشت ما بگیم منفی 1 و 6 نباید دیده بشه، چون که عملیات تقسیمی یا در روی سوال نگفته که این تابع در یه نقطه ای وجود ندارد، و چون که در تمامی F و G عبارت هایی هستن که دامنه هاشون R هستش پس نباید هیچ داده ای از بین بره. پس اگر دیدیم که منفی 1 در این حاصل هیچ کدوم از گزینه ها دیده نشد میتونیم بگیم دقیقاً گزینه 4 یعنی هیچ کدوم از توابع ها نمیتونه مورد جواب این سوال باشه. بله سوال خوبی بود و میتونیم بگیم مدل این تست در کنکور فقط رشته ریاضی سال 94 اومده بود که اون ولی تابع F رو به صورت ضابطه داده بود، ولی تابع G هم یه ضابطه دیگه بود که اختلاف هاش ما میخواست از اون قسمت ما میتونستیم همون تابع G رو به صورت ضابطه به دست بیاریم. میتونیم بگیم از اون یک کمی استفاده کردن و سوالی که دادن شاید نتونستن اون ارتباط خوب رو براش به دست بیارن تا منفی یک هم باشه. حالا به هر حال سوال خوبی بود، میتونیم بگیم ایده های خوبی هم داشت که تله هم داشت، بله 100% یک تله خوبی هم داشت که همون عدد منفی یک بود که با توجه به دامنه باید حتما اون دقت میکردیم. بریم تست بعدی رو ببینیم. تست شماره 5. بله گفته اگر F ما این باشه و نمودار تابع F ضرب در G به صورت همین باشد دامنه تعریف این شامل چند عدد صحیح هستش. دوستان دقت کنید، اولا برای این سوال بگیم
برای کنکور میتونیم بگیم سطحش یک کمی بالاتره، حتی میتونیم بگیم کنکور سراسری 94 سوالاتش رده بالا بود، 99 یک کمی ترکوند، حالا این از 99 هم رفته بالاتر. پس میتونیم بگیم آره انفجاریه دیگه، طرا اینجا نمیدونم چی فکر کرده، حالا خواسته دیگه یک کمی رو کم کنی کنه برای تمامی از ده. ولی ما میخوایم این تستو به روند خیلی خوبی بزنیم تا حال کنیم. حالا ببینید دوستان، f در g دقیقاً شده عدد 2. پس من میام میگم f x من ضرب در g x بشه، باید دقیقاً یه تابع ثابت مثل 2 باشه. حالا خوب نگاه کنید، f من همینه. همین f رو پایینش می‌نویسم، منفی 2 تا x 3 منهای 3 x علاوه 4. اینم همون تابع g x منه که باید بشه عدد 2. ولی خوب دقت کن، اینو بندازم مخرج این، جی به دست میاد، یعنی جی ایکس من میاد همون دو بر منفی دو تا ایکس سه منهای سه ایکس علاوه چهار. حالا اگر به این شکل نگاه کنیم، در این قسمت ما یه حفره داریم. حفره منظورش اینه که اف وقتی که به داره به جی ضرب میشه، عبارت هایی مثل این داره. نگاه کنید در این قسمت، وقتی که من میگم ایکس در ایکس منهای یک تقسیم بر ایکس منهای یک، این با این میره، فقط با مساوی x میمونه که اگر شکلش رو بکشم درست در نقطه یک، این یه حفره داره. پس این حفره یعنی یک ریشه اینجا بوده که در تابع f در g اینا حذف شدن و ثابت عدد 2 باقی مونده. حالا نکته مهمش اینجاست که ما اومدیم تابع g رو فهمیدیم، اینه تابع f هم که فهمیدیم که همون هستش. حالا در حالت کلی این تابع دقیقاً اگه بخوایم رسمش کنیم به این صورت هستش دوستان، منفی عرض از مبدأ 4 داره، چی بشم منفی در حالت کلی به این صورت هستش. این همون ریشه مورد نظر ما هستش. حالا دقت کنید در این قسمت، این ریشه‌ای که در f میخوایم مورد بررسی قرار بگیریم همین تابع هستش که باید از اینجا به بعد، چون که زیر رادیکال باید مثبت باشه، پس این عدد آلفا ما هستش. حال اگه بخوایم منفی ج رو بفهمیم، منفی ج دقیقاً همینه، گرینه این شکل میشه، دقیقاً گرینه همین شکل میشه، چون که منفی داره، اگر منفی باشه یعنی گرینه ما نسبت به محور x ها خواهد بود، یعنی بالا میاد پایین، پایین میره به سمت بالا. اگر بخوام این شکل رو براتون بکشم، تابع ج رو میخوام بکشم با علامت منفی، همین آلفایی که هستش دوباره ریشه ما همینه، این قسمت پایین که گرینه بشه به سمت بالا به این صورت میاد و این دقیقاً به این صورت میشه، این هم همون آلفای خود ما هستش. حالا عدد 4 که اینجا بود میاد پایین که میشه همون عدد منفی 4، تو که تقسیم بر 4 کرده همون عدد میاد منفی، حالا مهم نیست. حالا خوب دقت کنید، از این قسمت به بعدم که چون که مثبت نیست، اینم این ورش رو میخواد، تو که زیر رادیکال باید حتما مثبت باشه، پس این قسمت از ریشه به اون ور، این قسمت هم از این ریشه به این ور، پس این دوتا با هم هستن، یه اشتراکی ندارن، پس میگه شامل چند عدد سعی است، میگیم شامل صفر عدد سعی هستش که این دوتا تابه هستن با هم دیگه هیچ اشتراکی ندارن. نظر استاد بشنویم. خیلی سوال سختی بود، در سوال زیبا بود، چند تا نکته خیلی قشنگ توش بود، همونطوری که استاد گفتن در مورد حفره که ریشه هم صورت هست هم ریشه مخرج هست، و یه نکته خیلی قشنگ در مورد اینم بود، بعد آلفا رو هم بچه ها تشخیص میدادن در چه محدوده بود. چرا؟ برای اینکه خود آلفا چرا مثلا نشد، بچه اینو باید بدونید، چون ما دلیلش هم اینه که اگر ریشه من واسه f باشه این آلفا، این یکی میشه یک بر f دیگه، ج یک بر f دیگه تقریبا، درسته؟ ضریبی بینید اینجا، ج رو نگاه کن میشه دو بر f، ضریبی عددی بر f، ریشه اون میشه ریشه مخرج، یعنی پاد جز دامنه شما نخواهد. سوال در حد کلی سوال سختی بود، سوال زیبایی بود، مطالب خیلی زیادش، امکانش در کنکور اومدن صفر مطلقه، ولی خب نکاتش قشنگ بود، حفرهشو استفاده بکنید، اینکه یه تابع اینور باشه مثلا، خب چرا مثلا استاد اینو تابر نزولی کشید؟ خب دلیلش چی بود؟ برای اینکه از این شما یه مشتق بگیرید، مشتقش میشه منفی 6 x 2 منهای 3، یه تابع اکیداً نزولی است، یه ریشه داشت، درسته؟ اینا رو باید میدونستید. سوال خیلی خوبی بود، 100% برای آزمون نه دیگه، برای کنکور نه، دانشگاهی بله بهتره، ولی برای سطح امتحان کنکور مدارس، اونم برای رشته تجربی که اصلا سوال خوبی نیست، میتونیم بگیم آموزشی هستش. حالا ببینی اگه حال نکردی میتونی راحت رد بشی، بریم تست بعدی بزنیم. نفهمیدید یعنی چیزی از دست ندید. دقیقاً. خب بچه سوال 6 یه سوال بازم قشنگ، بازم جالب، سوالی که شاید شبیهشو تا حالا نکردید، حالا من احتمال میدم تا حالا همچین سوالی رو شما ندیده باشید.
دوستان من برای حل این سوال این گفته fx منهای 1 به اضافه 2 تا f1 منهای x مساوی این عبارت باشه. نمودار fof محور ارزها رو با چه ارزی قطع میکنه؟ یعنی بچه‌ها این جواب fof x مساوی با مثلا این تابع ما بوده، اینو میخواد شما عرض از مبدأش رو به دست بیارید، یعنی x باید مساوی 0 باشه. یعنی شما ff 0 رو میخواد به دست بیارید. ولی بچه‌ها من بهترین کار اینه که بیام خود تابع رو fx رو به دست بیارم. چجوری به دست بیارم؟ خب x منهای رو t میگیرم، یعنی میشه ft به اضافه دو تا f منفی t، همین قرینه است دیگه، x منهای 1 با x منهای x قرینه هستن مساوی است با بچه ها. چون من x منهای 1 رو t گرفتم، x هم میشه t به اضافه 1، اینجا به جای x میذارم t به اضافه 1، پس میشه دو تا t به اضافه 2 به اضافه 3 میشه به اضافه 5. خب حالا بچه ها من با اضافه اینو پاک میکنم که زیرش میخوام یه چیزایی بنویسم. حالا بچه ها t رو تبدیلش میکنم به منفی t، پس میشه f منفی t به اضافه 2 تا f t مساوی است با منفی 2 t به اضافه 5. من میخوام یه دستگاه حل بکنم و f t رو به دست بیارم. خب بچه ها پایین رو به منفی 2 ضرب میکنم، اینم با اون حساب میشه منفی 4، اینم میشه مثبت 4، اینم میشه چی؟ منفی 10. اینا رو وقتی با هم دیگه جمع میکنیم این دوتا با هم دیگه ساده میشن، میشه منفی 3 تا f t مساوی است با بچه 6 t منهای 5. از اینجا f t مقدارش مساوی میشه با منفی 3 t به اضافه 5 سوم، به اضافه 5 سوم. اینجا چه اینا قراراتی شده؟ به اضافه 5 سوم. حالا بچه ها من چی میخوام پیدا کنم؟ f 0 رو. خب یه بار 0 بدید میشه 5 سوم، درسته؟ پس حالا من دنبال f 5 سوم هستم، میشه منفی 15 سوم به اضافه 5 سوم، درسته؟ ببینید منفی مزرعه میخوام، چه اشتباه کردم؟ دو تاست. آره این دو تاست، ببخشید. حالا من به جای t بذارم 5 سوم، میشه منفی 10 سوم به اضافه 5 سوم، میشه منفی 5 سوم که متاسفانه تو گزینه ها نیست و سوال هم اشتباه طراحی شده، تو گزینه ها وجود نداره. جوابش در گزینه ها نیست. بله. سوال قشنگی بود، درسته؟ بله. سوال خوبی بود، ولی خب مشابهش در کنکور اومده، ولی در همین حد نه. ما تغییر متغیر میزنیم، ولی کنکور یه جوری میداد که با عدد انداختن میشه به این سوال جواب داد، ولی این سوال طوری هستش که یه تابهای اف هایی که برای شما میده دیگه به دنبال یا به فکر عدد انداختن اصلا نباشید، چون که در این قسمت یه تابه ترکیب هم برای شما داده. حالا نکته مهمش که آقای دکترم فهمودن، گفتن یه تابه اینو با تی به دست آوردن، حالا تی رو تی به منفی تی تبدیل کردن. دلیلش این بود که یکی از این اف ها رو باز هم بزنه، یعنی در واقع یه دستگاه تشکیل بدن تا درگم به خود اف تی برسن. یعنی ما هم به اف تی میتونیم برسیم، از خود اف تی هم میتونیم به اف منفی تی هم برسیم. یعنی اف تی که ما داریم، یعنی ایکس منهای 1 رو که به تی تبدیل کرده بودیم، میتونیم الان راحت بگیم این همون اف ایکس خودمون هستش. بعد دوباره سوال استاندارد یه کمی میتونیم بگیم سخت‌ترشه، سوال دشواری هستش. حالا برای یادگیری و برای بهتر فهمیدن رو باز میتونیم این تست رو با این ترفند، اگر اف رو به دست بیارید میتونیم بگیم سوال راحتی میشه با این دیدگاه، ولی اگه به پاسنامش نگاه کنی با روند دیگه حل کرده که براتون اصلا شاید خوشایند نباشه. این حلمون بهتر از حل پاسنامه‌ای که اونم غلط حل کرده بود. اونم غلط حل کرده بود که به جواب گزینه 1 رسیده بود که در روند حلشون اشتباه محاسباتی داشتن. خب بریم تست بعدی رو ببینیم. گفته که اگر دامنه تعریف تابع f به این صورت باشه، دامنه f، دامنه تعریف این تابع به کدام صورت هستش؟ دقت کنید در این قسمت ما یه تابع رادیکالی داریم که این قسمت چون که زیر رادیکال نمیتونه منفی باشه و دامنه هاش هم در گزینه ها داده. عددها رو گران بدید، اونایی که زیر رادیکال رو منفی میکنن از همون قسمت اول حل مسئله رد میشن. اگر منفی 3 رو گران بدن که میشه منفی 6 علاوه 1 که منفی میشه، این از همین قسمت جزو کاندید مورد نظر ما نیست. حالا گزینه 4 رو نگاه کنید، اگه منفی 1 دومو قرار بدم میاد منفی 1 با علاوه 1 میاد چند؟ 0، یعنی f 0 رو میخواد. ما در این قسمت برای تابع f دامنه 0 رو داریم، پس یعنی میتونه منفی 1 دوم جزو دامنه باشه. حالا در این قسمت اگه منفی 3 دوم هم قرار بدیم، منفی 3 دوم 2 با 2 میره، منفی 3 علاوه 1 باز دوباره منفی میشه که گزینه 1 هم غلطه. حالا فقط میمونه 5 دوم، اینم میگه تا 11 میتونه بشه. عدد 3 رو میگم، تو این 3 رو در بر میگیره، این 3 رو در بر نمیگیره. اگر 3 رو بدم این میشه 3 دو تا 6
علاوه یک میاد هفت. حالا هفت باشه، هفت به توان دو سی نه، سه ازش دوباره هفت رو میده. یعنی ما اف هفت رو میخوان. آیا ببینیم ما در دامنه تابعمون هفت رو داریم؟ ببینیم نه هفت رو نداریم، طبیعتا گزینه چهار هم هست میشه و فقط پاسخ گزینه دو میشه. نظر استاد رو بشنویم. خیلی ممنون، سوال خیلی خوب بود، سوال استانداردیست، میتونه در کنکور باشه و هیچ مشکلی نداره، جزء تمرینات کتاب درسیتون هم هست. خب بچه ها، منم روش تشریحشو براتون میگم، روشی که استاد گفتن روش تستی بود. خب طبیعتا داخل رادیکال باید مثبت باشه، پس 2x به اضافه 1 باید بزرگتر مساوی 0، x بزرگتر مساوی منفی 1 دوم باید باشه. از اینجا هم توان دو بار رادیکال میره، میشه قدر مطلق 2x به اضافه 1 باید بین 6 و منفی 2 باشه. خب طبیعتا هر قدر مطلقی از هر عدد منفی بزرگتر از این ورش هستم بیخیال میشیم، پس فقط من باید این را حلش بکنم، 2x به اضافه 1 بین 6 و منفی 6، از طرف این 1 کم میکنم، منفی 7، 2x و 5، طرف این را تقسیم بر 2ش میکنم، اون 5 دومی که فرمودن همین 5 دومه، این منفی 1 دومی هم که گفتم همین منفی 1 دوم هست، اشتراک دو تا گزینه و پاسخمون هم گزینه 2 بود. سوال خوبی بود. بله سوال خیلی خوبی هستش. میتونیم بگیم در ریاضی 3، کتاب ریاضی 3 شما یه تمرین مثل این دارید ولی در همین حد نه. چون که تمرین مثل این دارید پس میتونه جزو سوالات کنکور سراسری شما هم باشه. ببینیم تست بعدی رو ببینیم. خب گفته اگر تابع F به این صورت باشد اکیدن سودی باشه. یعنی تابع F ما اکیدن سودیه. اگه به این تابع نگاه کنیم یه خطی میکشیم، نقطه منفی یک همون زرق تابع ما هستش. حالا در این قسمت x تا یک ریشش صفره، یک ریشش منفی یکه، این یک ریشش صفره، یک ریشش هم منفی یکه، چون که سهمی رو به بالاست، یعنی دقیقه این به این صورت هستش. حالا بقیه شما نکشیدم چون که x های کمتر از منفی یک رو میخواد. این تابع گفته اکیدن سودی باشه، این که کاملا در این قسمت نزوله، پس این تابع به هیچ عنوان اکیدن سود نمیتونه باشه و میگیم گزینه 4 جواب این مسئله هستش. نظر استاد رو بشنویم. سوال ضعیفی بود. دقیقاً. فقط رسم شکل رو میخواد، به غیر از این نکته خاصی نداره. مقابل سوالات قبلی واقعا سوال ضعیفی بود و دانش آموزی که به رسم مسلط است که من بارها گفتم و شما هم تاکید کردید که رسم در نظام جدید خیلی مهمه بچه ها، خیلی مهمه. خیلی از سوالات کنکور با همون رسم حل میشه و خیلی باید مراقب باشید به رسم تسلط داشته باشید. سوال رو در چند ثانیه حل میکردید همونطوری که دیدید. اینا هم لازم نبود، مطمئنا با همون تصور و تجسم راحت بزنم. خب سوال 9 بچه ها، اف رو داده، گفته اف منفی 1 او اف 2 و F O F منفی که 1 به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ دوست عزیز من، دقیقاً کتاب درسیت تو ریاضی 3 اینو داره میگه بهت. یه صفحه تقریبا در مورد صحبت کرده، یک صفحه در مورد صحبت کرده، پس اهمیت F O F منفی 1 خیلی زیاده. شاید در نظام قدیم اصلا ما به این توجه نمی کردیم، ولی تو نظام جدید چون یه صفحه کتابتو اشغال کرده خیلی باید با دقت اینا رو یاد بگیرید. دوستان من، شما میدونید f او f منفی 1 x برابر x تابع همانیست، ولی x شما باید عضو دامنه f منفی 1 باشه و f او f منفی 1 رو نوشتم، f منفی 1 او f هم باز برابر تابع همانیست، ولی x این بار باید عضو دامنه f باشه. حالا بچه ها ببینید، اینجا یک باید عضو دامنه F منفی 1 باشه، یعنی جزء برد F باید باشه. ببینید آیا در برد F 1 داریم؟ نه. حالا اینجا F 2 من میبینم. بچه ها F 2 آیا 2 در دامنه F من هست؟ میبینم 2 در دامنه F من هم نیست. یعنی نه 2 واسه تابع به عنوان دامنه F تعریف شده، نه 1 به عنوان بردش. بنابراین هیچ کدوم وجود ندارن و گزینه 4 میشد پاسخ سوال شما. سوال بدی نبود، درسته؟ سوال خیلی خوبی هستش. میتونیم بگیم دقیقاً این سوال داده بود که اهمیت سوالات و مثالات کتاب درسی و با توجه همین نکاتی که در خود کتاب درسیتونم مطرح شده که اینو باید خوب بفهم. حالا دوستان خیلی مواقع هم هستش به جای اینکه این قسمت ها رو بنویسم یا شکل رسم میکنن که مثلا میگن اف معکوس این دو رو در این قسمت قرار بدیم که انشاءالله در تحلیل آزمون های بعدیمون
نمونه سوال‌های حتما از اون رو برای شما بررسی خواهیم کرد که اهمیت همین اف او اف معکوس یا اف او اف معکوس رو ببینید برای گزینه‌هایی که به صورت رسم شکل برای شما داده باشن. برای 1400 مهمه. بله 100% میتونیم بگیم احتمال اومدنش هم باز خیلی بیشتره. باید کاملا درکش کنید این سوالو. بچا در 99 سه تا سوال تابع معکوس داشتید. دقیقاً. در کنکور 99 سه تا سوال مخصوص تابع وارون داشت. سوال 10 بفرمایید. خب. گفته اگر نمودار تابع F و J معکوس به صورت زیر باشد. نگاه کنید این همون F ما هستش، این هم همون J معکوس ما هستش. میگه تابع J بر F در دامنه تعریفش از نظر یک نواحی چگونه هستش؟ حالا مثلا میگه که سعودی نزولی عتیدن سعود یا نه سعود نزوله. حالا خود نگاه کنید. الان ما اگه بخوایم به این تابع بررسی کنیم، چون که در دامنه تعریفش بررسی کرده، این تابع ژ معکوسه، این تابع ژ معکوسه، ولی ما در این قسمت تابع ژ رو داریم. اگه بخوایم اینو بررسی کنیم، برد این جزو دامنه همون تابع ژ ما خواهد شد. پس برد این از منفی 2 تا 3 هستش. پس میتونیم بگیم دامنه خود ژ ما از عدد منفی 2 تا عدد 3 هستش. حالا برای تابع خود F هم بخوایم بررسی کنیم، در این قسمت از منفی بینایت تا مثبت بینایت هستش، ولی ما باید از منفی 2 تا 3 رو بررسی کنیم. چرا؟ چون که باید این دوتا با هم از لحاظ دامنه اشتراک داشته باشن. پس دامنه ما از منفی 2 تا 3 شد. حالا در این قسمت از منفی 2 تا عدد 3 اگه اینو بررسی کنیم که این اکیداً سعودیه، پس F ما اکید سعوده. خب حالا دنبال ژ میریم. اگه به ژ معکوس نگاه کنید، ژ معکوس نزولیه. ما میدونیم معکوس کردن دست به یک نواحی تابع نمیزنه، یعنی نزول نزوله، صعود هم صعوده. پس اگر ژ معکوس نزوله، خود ژ هم نزوله. پس ژ ما هم همون تابع نزولی هستش. حالا صورت نزوله، مخرج صعوده. ما برای نزول گفتیم منفی در نظر بگیرید، برای صعود هم گفتیم مثبت در نظر بگیرید. حالا تقسیمشون باز دوباره میشه همون منفی، یعنی اکیداً نزولی هستش و میتونیم بگیم گزینه 2 پاسخ این سوال هستش. نظرات استادو بشنویم. خیلی سوال قشنگی بود، نکته خیلی قشنگی داشت. چند تا نکته خیلی مهم رو گفتن. اولا اشتراک دامنه. خب یه دانش آموزی نتونه تشخیص بده که این دامنه ها رو باید بررسی بکنه، میاد میگه خب از اینجا تا اینجاست، درسته؟ و حالا شاید مثلا این سوال رو کاش مثلا طراح سوال به جای منفی 3 میمد از منفی 5 مثلا اینو میکشید، که اینم اینور از منفی 5 اینو فرض میکرد و خب مطمئنن دوچار مشکل میشد. حالا به هر شکل، حالا منفی 3 نوشته، باید جای دامنه برد عوض میشد، اشتراک دو تا دامنه گرفته میشد. نکته بعدی که گفتن نکته خیلی خوبی بود، بچه ها یاد بگیرید ژ نزولی باشه، ژ منفی 1 هم نزولی است. بچه ها اینو با 1 بر ژ اشتباه نکنید، ژ نزولی باشه 1 بر ژ صعودی است. حالا چجوری میتونی مثلا اینو تو ذهنت نگه داری؟ ایکس رو نگاه کن، ایکس یه تابع صعودی است، 1 بر ایکس یه تابع نزولی است در صفت مثبت میاد، درسته؟ اینو اینجوری تو ذهنت داشته باش. ولی ایکس و F منفی 1 X هم باز خود X میشه دیگه، درسته؟ هر دوتا توابط چند سودی هستن. پس این نکته دومش بود. نکته سوم هم همین مثبت منفی بود که روش ابتکاری بود که استاد داوطلب عزیز استفاده کردن. گفتن یکیش منفی بگیر، یکیشو مثبت بگیر. با این حساب خیلی کارا میتونی بکنی. دو تا تابع نزولی ضربشون میشه تابع سعودی. چرا؟ در منفی در منفی میشه مثبت. دو تا تابع نزولی رو با هم جمع بکنید میشه تابع نزولی. منفی با منفی میشه چی؟ منفی. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. من که خوش آمد عزیز. دوستان سوال 11 گفته در شکل زیر AC مساوی با رادیکال 3 است. اینجا رو گفته رادیکال 3، BC رو گفته رادیکال 7، اینجا هم رادیکال 7، BM رو گفته 1. از روی سینوس M1 رو میخواد. خیلی سوال قشنگی است. ببینید بچه ها، اولا من بیاد شکل رو کاملش کنم. این رادیکال 7 باشه، این رادیکال 7 باشه، طبق رابطه فیثاغورس از اینجا تا اینجا میشه 2، 7 منایسی میشه 4، رادیکال 4 میشه چی؟ 2. این 1 بوده به M، پس آم هم میشه 1، درسته؟ یه زمان فیثاغورس بریم واسه اون مثلث پایینیه چی میشه؟ اون وقت 3 به اضافه 1 4، رادیکال 4 اینجا میشه 2. بچه ها این نکته رو خیلیاتون فراموش میکنید. دو تا زاویه اگر جمعشون پی باشه، 180 باشه، مکمل باشن، سینوسشون با هم مساوی است.
یعنی سینوس M1 که برای من خیلی مشخص نیست چیه با سینوس M2 مساوی هم. ولی سینوس M2 برای من مشخصه. سینوس M2 میشه زل مقابل یعنی رادیکال 3 بر وتر که میشه 2 و گزینه یک رو باید علامت بذاریم. یه اشتباهی که استاد میتونستم بچه ها بکنن اینه که بگن مثلا اون زاویه بیشتر از 90 درجه باید منفی باشه، درسته؟ بله، چون که ما سینوس رو میخوایم در خود مکمل فقط سینوسه که علامت هاش با هم خاش کوسینوس میخواست. آره دقیقا، اگه کوسینوس بود 100 درصد با یک علامت منفی ما باید اینو جواب میدادیم. این نکته که گفتن خیلی خوب بود. همچنین نکته که گفتن این زاویه با این زاویه از لحاظ مکمل با هم از لحاظ سینوساش با هم برابر، گفتم نکته واقعا بی نظیری هستش که الان برای خیلی از دانش آموزان متوسط و متوسط به پایین میتونه باز دوز به نکات مهم برای اونا تلقی بشه. برای دانش آموزان خیلی زرنگ چون که مکمل اینا رو بلدن دیگه زرنگن دیگه، دیگه بر اینا اصلا اینا نکات مهم نیست. پس برای اون دانش آموزان این سوال جزو سوالات متوسط به پایینی هستش، ولی میتونه جزو سوالات کنکور حتما حتما باشه و مشابه اینم در کنکورها ما چندین بار دیدیم، یعنی میتونه جزو سوالات کنکور 1400 و به بعدم باشه. خب بریم سوال بعدی رو ببینیم. خب گفته حاصل عبارت این کدام است؟ نگاه کنید یه تابع مثلثاتی داده، هدف طراح فقط این بوده که ما باید با روابط مثلثاتی بازی کنیم تا به این تست جواب بدیم. اولین کاری که میتونیم بکنیم میتونیم عدد بدیم. اگر بیایم در این رابطه به ایکس عددی بدیم جواب هر چی بیاد همون ایکس رو میتونیم به گزینه ها بدیم، باید همون جواب رو برامون بده. به عنوان مثال من اگر ایکس رو صفر در نظر بگیرم و در خود رابطه قرار بدم، این قسمت رو صفر در نظر بگیرم این کاملا صفر میشه و قطعا در مخرج کس عدد یک میمونه، و اگر در این قسمت صفر قرار بدم این کاملا صفر میشه، این میشه یک، اینم صفر میشه، اینم میاد یک، یک ضرب در یک دوباره صورت قسم یک، یک یکم میاد یک. الان گزینه درسته که ایکسش رو صفر بدم جواب یک بیاد. حالا این سینوس صفره، برای کوسینوس میاد یک، با این میشه منفیه که غلطه. برای این قسمت دوباره سینوس صفره، این یک باشه با این یک دوم، یک دوم میشه که غلطه. برای این قسمت صفر بدیم که یک میشه حالا درسته. حالا آخری هم که صفره پس این هم غلطه، فقط گزینه سه جواب این مسئله خواهد بود. خب نظرات استاد رو ببینیم و بدیم تست بعدی رو با هم بررسی کنیم. اجازه بدید منم تشریحش رو کنم. بله 100 درصد، خیلی هم عالی میشه. روش البته خب طبیعتاً تو کنکور 98 اولین سوال رشته تجربی هم یه سوال خیلی آسان‌تر از این بود. اونجا هم عدد گذاری میتونید حل بکنید که خلاصه من خودم بیشتر دوست دارم روش عادی شو برم و به نظرم یه مقدار ریسکش پایین‌تر است. خب بچه‌ها من اینو اتحاد چاغلاغر می‌نویسم، این میشه اولی بتوان دو کوسینوس دو، دوم بتوان دو سینوس دو میشه یک، به اضافه ضربشون سینوس ایکس در کوسینوس بابت خط من ببخشید دیگه سینوس ایکس به اضافه کوسینوس ایکس هم اینجا. حالا مخرج هم بچه‌ها می‌دونید سینوس دو ایکس چیه، دو تا سینوس ایکس کوسینوس ایکس یک دوم هم بهش ضرب بشه میشه یک به اضافه سینوس ایکس کوسینوس ایکس، این دو تا با هم خیلی خوشگل هست میشن. این هم ضرب در یه اتحاد مزدوج است میشه کوسینوس 2x منهای سینوس 2x، که این هم اولین فرمول مهمتون در مورد کوسینوس های 2x بود که اولین فرمول کوسینوس 2x اینو یاد گرفتید و گذنستن میشه پاسور. سوال خیلی خوبی بود، روند تشریح رو حتماً حتماً به خاطر داشته باشید، چون که در خیلی از مواقع این قسمت رو مثلا میدن این قسمت آ یا ب رو مطلوب میدن که ما مجبور میشیم حتماً روند تشریحی رو ببینیم. حتماً پس با روابطی که در این سوال داده بود که استادم فرمودن نکات خیلی مهمی رو گفتن و روابطم برای شما کاملاً تشریح کردن. بریم تست بعدی رو ببینیم. پس امکان اومدن این در کنکور؟ بله بود و در کنکورهای سالهای گذاشتم چندین بار مثل این تست ها رو ما دیدیم و میتونه بیاد. بچه سوال 13 گفته تانژانت ایکس رادیکال 2 کوسینوس پی دوم اضافه 2 ایکس چیست؟ شما با اولین نگاه تشخیص میدید که این منفی سینوس 2 ایکسه. چرا؟ در ناحیه دوم پی دوم به اضافه 2 ایکس، ناحیه دوم کوسینوس ناحیه دوم منفی منفی سینوس 2 ایکس. بچه رابطه‌ای که سینوس 2 ایکس رو به تانژانت ایکس ربط میده خیلی رابطه خوشگلی است. منفی 2 تا تانژانت ایکس به 1 به اضافه تانژانت به توان 2 ایکس. بچه این یه جفت هم داره، بذار اونم بنویسم واسهتون. کوسینوس 2 ایکس هم میشه 1 منهای تانژانت به توان 2 ایکس
بر یک به اضافه تانژانت به توان 2x، اینم جفتشه. خب حالا بچه‌ها تانژانت x رو گفته رادیکال 2، جاگذاری کنید میشه منفی 2 رادیکال 2 بر 3 و واقعا زیر 10 ثانیه میتونید این تست رو به روش تشریحی بزنید. حالا روش دیگه هم بخواد با این برید، باید تانژانت x رو دارید، سینوس x رو پیدا کنید، کوسینوس x رو پیدا کنید، سینوس 2x رو بنویسید، دو تا سینوس x کوسینوس x جاگذاری کنید و به جواب برسید. فکر میکنم سوال استاندارد دقیقاً بله، سوال کاملا استانداردیه و میتونیم بگیم در کنکورهای من میتونم با شناسنامه کامل این سوال 95 رو بگم، 96 رو بگم، 92 رو بگم که دقیقاً مثل این یه بار سینوس رو داده بود که دوباره تانژانت رو داده بود، یه بار همین کوسینوس رو داده بود با همون پی داده بود. مثل این تست خیلی ما دیدیم، پس میتونیم بگیم جزء سوالات خیلی مهمی هستش که اگر در اون قسمت هم همین روابط ها رو بلد نباشید، مجبورید تانژانت رو کاملا یه مثلث بکشید از مثلث قائم الزاویه، سینوس کوسینوس رو به دست بیارید که اگر در این قسمت کوسینوس بیاد یا سینوس بیاد با توجه به باز کردن همون رابطهش میتونستید اون رو به دست بیارید. یک کمی زمان برمیشد، ولی اگر همین دوتا رابطه رو بلد باشید خیلی راحت میتونید زیر همون 10 ثانیه به این تست جواب بدید. پس کاملا سوال استانداردی هستش. بریم تست بعدی رو ببینیم. گفته در مثلث قائم الزاویه ABC، من یه مثلث قائم الزاویه براتون میکشم، همین مثلث قائم الزاویه، گفته مجموع مربعات سینوس های زوایای کدام است. ببینید مجموع مربعات سینوس ها رو از ما میخوان. الان من یه مثلث قائم الزاویه میکشم که این قسمت 90، این قسمت رو من میتونم 45 در نظر بگیرم یا اصلا میتونم 60 در نظر بگیرم. اگه آدم مریضی یا عقده‌ای باشید میتونید عدم عدد 1 یا 89 هم در نظر بگیرید. حالا من 45 در 45 رو در نظر گرفتم، هی میگیم سینوس به توان 2 90 علاوه همینم 45 میشه 2 تا سینوس به توان 2 45، سینوسی که 2 تا هستش. حالا در این قسمت این یکی علاوه 2 تا سینوس 45 همون رادیکال 2 دومه به توان 2 میاد همون عدد 1 دوم. اینم با این میره که جواب میشه گزینه 3. نظرات استاد رو بشنویم بعد بریم لیست بعدی رو ببینیم. بعد تشریح هم میخواستید برید، طبیعتاً اینو می نوشتید مثلا زاویه آ، اینو می نوشتید 90 منهای آ، درسته؟ دلیگن. بعد می شد سینوس به توان 2 90 به اضافه سینوس به توان 2 آ به اضافه سینوس به توان 2 90 منهای آ، که خب می دونید سینوس به توان 2 90 منهای آ همون کوسینوس به توان 2 آ هست. کوسینوس 2 آ و سینوس 2 آ میشه 1، سینوس 2 90 میشه 1، 1 با 1 میشه 2. ولی روشی که استاد گفتن خب خیلی مشخص‌تر، راحت‌تر و دانش آموز پسندتره. حالا آمیانه بگیم. خب بریم تست بعدی رو ببینیم. خب دوستان سوال 15 گفته طول قطر کوچک یک 6 ضلعی منتظم برابر 4 است، مساحت آن کدام است؟ سوال خیلی ساده و شبیهش رو شاید در کلاس 8 هم حل کردید. یه 6 ضلعی خیلی قشنگ مثل من بکشید و بعد بگید قطر کوچیکش، بچه ها یادتون باشه رادیکال 3 آ بود، درسته؟ و قطر بزرگش هم تو ذهنتون باشه برابر 2 تا آ هست، 2 تا از این، چون اینو متوازی قضا بکشید این با این مساوی است و اینم با این مساوی است، از وسطش در نظر بگیرید. یا هم اینا رو میتونید مثلث‌های 60 درجه و 30 درجه رو در نظر بگیرید، این رادیکال 3 دو رادیکال 3 آ رو اثبات بکنید. خب بچه‌ها رادیکال 3 آ مساوی است با 4 هست، از اینجا آ مقدارش میشه 4 بر رادیکال 3. میدونید مساحت 6 ضلعی منتظم 6 تا رادیکال 3 4 روم آ 2 هست، 6 تا مثلث متساوی الاضلاع است. پس میشه این با این ساده میشه، میشه 3، 3 ضرب در رادیکال 3 دوم این به توان 2 که میشه 16 سوم. خب بچه ها این 3 با این 3 میره، اینم با این میره، میشه 8 رادیکال 3 و گزینه 2 میشد پاسخ سوال شما. به نظرتون امکان در کنکور اومدن این هست؟ ببینید دوستان این گرم و این مبحث در ریاضی یک مبحث مثلثات تدریس شده، در اون قسمت هم باز قطر کوچیک، قطر بزرگ و مساحتش مورد بحث بود و در اون قسمت مساحت‌های مثلث‌های متساوی الاضلاع رو بحث کردیم. تا به حال از این قسمت در رشته تجربی سوال نیومده، ولی در ریاضی یک بار اومده بود در سالهای خیلی قدیم. حالا میتونیم بگیم این سوال دوباره میتونه تکرار بشه، چون که در قسمت ریاضی یک مبحث مثلثات میتونیم بگیم نصف صفحه مختص همون شش ضلعی بحث کرده، پس میتونه جزء سوالات کنکور هم باشه و میتونه بیاد و کاملا هم استاندارد هستش. آقای داوطلب دایره المعارف کنکور هست. سوال 16 گفته اگر اف این تابع باشه، در صورتی که تابعیت متناوب با دوره تناوب 5 باشد، نگاه
نگاه کنید دوستان، وقتی که ژ با دور تناب 5 باشه، یعنی من میتونم به اندازه این تا دور تناب ژ رو ببرم جلوتر یا ژ رو بیارم عقب‌تر، با همون ژ برابر خواهد بود. حالا در این قسمت گفته حاصل این کدام است؟ اف 6 رو من به دست میارم، اف 6 مساوی با همون 37 تا ژ 6 خواهد بود. چون که این عدد 6 یعنی من میتونم به اندازه همون دوره تناوب چند تا دوره تناوب، یعنی یه دونه دو تا سه تا یا زورو یا عقب ببرم. پس من اینو میتونم منهای 5 کنم، یعنی به اندازه یه دوره تناوب به سمت عقب میارم، این تبدیل میشه و همون ژ 1. پس فهمیدم که اف 6 من 37 تا ژ 1 خواهد. ها در این قسمت ژ منفی 9 رو میخوام به دست بیارم. دوستان نگاه کنید، ژ منفی 9 هم دقیقاً به اندازه دو تا دوره تناوب میکشم به سمت جلوتر که میشه 10. پس اینم با همون ژ 1 برابر خواهد بود. اگر جایگذاری کنیم صورت میاد همون ژ 1 تقسیم بر اف 6 ما شد 37 تا ژ 1 علاوه 2. حالا من ژ 1 رو باید به دست بیارم. برای به دست آوردن ژ 1 به جای x باید عدد 1 رو قرار بدم. این قسمت میاد میشه اف 1 علاوه 2 تا همون ژ 1. چون که اف 1 من خودش داده همون 2، پس ژ 1 عدد 1 به دست میاد. پس من میتونم بگم ژ 1 من عدد 1، اینم عدد 1، پس صورت میاد 1 مخرج میاد 39، یعنی گزینه 4 جواب این سوال خواهد بود. ولی نکته مهمی که در این سوال برای شما باید بگم اونم اینه، برای رشته تجربی امکان اومدن اینجور سوال خیلی خیلی کمه. چون که در مورد دوره تناوب فقط دانش آموزان رشته تجربی فهمیدن که اف سینوس یعنی تابه های سینوس میشه 2π تقسیم بر آ و کوسینوس هم 2π تقسیم بر آ هستش. به غیر از این زیاد در مورد دوره تناوب برای رشته تجربی در کتاب های درسی مورد بحث قرار نگرفته، ولی برای رشته ریاضی چرا میتونه جزء سوالات خیلی بهتری هم باشه و میتونه اصلا جزء سوالات کنکورهای 1400 و به بعد هم باشه. نظرات استاد بشنویم. البته استاد کنکور 99 بهمون ثابت کرد که هیچ غیر ممکنی نداریم. حالا ببینید مثلا سال گذشته دوران حذف شده بود ولی تو کنکور سوالشو داشتیم، درسته؟ یعنی بچه ها این که اینا حل میشن مطمئنا نکاتش رو خیلی هم قشنگ به جواب رسیدیم و خیلی هم عالی بود سوال، خیلی قشنگ بود سوال، با اینکه خب چندین پله از سوالات کنکور و حالا سوالاتی که تا حالا آزمون دادیدم خیلی بالاتر بود و همچنین سوالی هم من تقریبا تا حالا ندیده بودم. سوال خیلی زیبایی بود. ولی با این همه بله امکان اومدنش در کنکور در حالت نرمش وجود نداره. خب بچه بریم سراغ سوال 17 که از اون سوالات باز غیر استانداردی نازمون هست ولی خب نکته دار. دوستان من توجه بفرمایید، من میام به جای سینوس به توان 2 ایکس به اضافه پی سوم با هدف این که داخل این دوتا رو یکی بکنم میام اینو می‌نویسم پی دوم منهای این، یعنی می‌نویسم 8 تا کوسینوس پی دوم منهای ایکس منهای پی سوم. از یه طرف هم بچه تو که میدونم جواب این یه کمی خیلی وحشتناکه، من از دوربین میام کناتر تا کاملا به این سوال جواب بدید. خب بچه ها پی دوم منهای پی سوم مقدارش میشه پی ششم، میشه پی ششم منهای ایکس که خودتون میدونید داخل کوسینوس توانش هم دوی، میتونید جای اینا رو عوض کنید. پس من با اجازهتون با توجه به اینکه یه مقدارم قلم اون بزرگتر هست اینا من مینویسم کوسینوس همون ایکس منهای پی ششم منهای 22 تا کوسینوس ایکس منهای پی ششم به اضافه 9 مساوی با 0. حالا دوست عزیزم من 8 رو برمیدارم میزنم به 9 میشه 72. یه بار از اینجا کوسینوس به توان 2 کوسینوس ایکس منهای پی ششم من مقدارش میاد، بچه ها دو تا عدد رو من بگید جمعشون باشه منفی 22 ضربشون بشه چی؟ 77. خب بچه ها دقت بفرمایید اعداد ما 24 و 3 نفر بود، 18 و 4 18 و 4. یه بار کوسینوس من مقدارش مساویس با 18 میشه بچه ها و بعد چون به 8 تقسیم شده تقسیم بر 8 میشه که این مقدار امکان نداره. یه بارم کوسینوس ایکس منهای پی ششم من مساوی میشه با چی بچه ها؟ منفی 4 هشتم که منفی 1 دومه. یعنی بچه ها یه بار ایکس منهای پی ششم مقدارش میاد پی به اضافه پی سوم، یه بارم ایکس منهای پی ششم من مساوی میشه با پی منهای پی سوم.
حالا جمع پیشانو خواسته دوستای عزیزم من اینو ور میدارم میبرم این ور میشه به اضافه پیششون، اینم حس میکنم میبرم این ور میشه به اضافه پیششون، اینا رو با هم جمع میکنم پی با پی میشه دو پی، مثبت پی سوم با منفی پی سوم میره، پی ششم هم با پی ششم میشه پی سوم، جواب میشه دو پی به اضافه پی سوم و گزینه چهار میشد پاسخ این سوال جالب و سخت و طولانی و ولی خب نکته داره. بله در رشته ریاضی اینطور سوال خیلی اومده ها، یعنی میتونیم بگیم در اینجور سوالات برای اشتهای تجربی هم اومده، ولی در حد معقول سوالات یک کمی لولش پایین‌تر بود، یعنی پیدا کردن این اعداد اینجور چیزا یا معادله درجه دو تبدیل کردنش اون ریشه‌ها خیلی راحت میتونستیم درست کنیم. یعنی در حالت کلی میتونیم بگیم سوال کاملا استاندارده ولی درجه محاسباتش یک کمی طولانی هستش. پیدا تمامی نکات در کتاب‌های درسی شما هستش. خب تست بعدی رو ببینیم. سوال 18 گفته که تانژانت آلفا و کوتانژانت آلفا ریشه های این معادله باشن. با فرض اینکه آلفای ما منفی پی چهارم تا صفر هستش، حاصل این عبارت کدام است؟ نگاه شمشیر افتاده یعنی کاملا تمامی ریاضی کو دو و سه هر چی که هستش جمع‌بندی کرده، خواسته یه سوال کاملا کوبنده‌ای برامون بده. علاوه بر اینکه مثلثات هست، درجه دو هست و در آخر فصل سی ریاضی یک معادلات گویا و عبارات های جبری هست، حالا در این قسمت باید زاویه ها رو و داستان داریم، حالا خوب توش دقت کنید. تو بعد در حالت کلی میتونیم بگیم دقیقا همین که آل تانژانت و کوتانژانت جزو ریشه ها باشه، جزو سوالات کنکور رشته ریاضی همین 99 هم بوده، یعنی میتونه این قسمتی کمی ساده تر باشه و در کنکور 99 تستشو میتونید دقیقا ببینید. حالا در حالت کلی چون که گفته تانژانت و کوتانژانت ریشه های این معادله هستش، ما میدونیم که اس یعنی جمع ریشه ها، یعنی تانژانت آلفا علاوه کوتانژانت آلفا من یعنی ریشه های من برابر میشه با منفی ب بر آ، یعنی منفی رو بیرون بنویسم این هم میشه رادیکال 32 علاوه 12 تقسیم بر 3 علاوه رادیکال 2. از گیافش معلومه که 32 عدد همون 4 رادیکال 2 هستش. بعد من میتونم از 4 یه فاکتور بگیرم. اگه از 4 فاکتور بگیرم در صورت کسر میاد میشه رادیکال 2 علاوه 3. مخرجم همون 3 علاوه رادیکال 2 هسته که خدا رو شکر این با این میره، عدد منفی 4 میمونه. پس ما فهمیدیم که جمع ریشه های ما چی شد؟ عدد منفی 4 شد. حالا ضرب ریشه ها رو میخوایم به دست بیاریم. در حالت کلی برای ضرب ریشه ها میتونیم بگیم تانژانت آلفا در کوتانژانت آلفا برابر میشه با 1، درسته؟ حالا اونم برابر میشه با سی بر آ، یعنی ام علاوه ام بر این، یعنی ام علاوه ام تقسیم بر سی علاوه رادیکال 2. پس از این قسمت ام علاوه ان من برابر میشه با سی علاوه رادیکال 2 که اینو من میتونم بگم مخرج کسر به دست اومد شد سی علاوه رادیکال 2. پس این قسمت میشه 3 علاوه رادیکال 2. حالا میریم سراغ صورت کسر. تانژانت آلفا علاوه کوتانژانت آلفا ما یه رابطه‌ای داریم برای تانژانت علاوه کوتانژانت که بگیم 2 بر سینوس 2 آلفا هستش. من این قسمت رو پاک کنم با اجازهتون. بالا هم میتونه بنویسم تانژانت جان. بله بذار بالا بنویسم. پس این قسمت میشه 2 بر سینوس 2 آلفا. به جای این رابطه نوشتم مساوی با منفی 4 هستش. از این قسمت سینوس دو آلفای من برابر میشه با منفی همون عدد 1/2، یعنی در حالت کلی باید سینوس 30 درجه باشه که منفی 1/2 بشه، ولی چون که این منفی یعنی منفی 30 درجه رو میخوایم، پس آلفای من میشه همون منفی 15 درجه. پس من تونستم آلفا رو به دست بیارم. حالا در این قسمت 3 تا منفی 15 میشه منفی 35 که در این قسمت این میشه منفی رادیکال 2/2 و دوباره 15 درجه بده میاد کوسینوس 60 که منفیش هم برای کوسینوس معنی نداره، اونم میشه همون 1/2. حالا صورت کسر من باید دیگه دکتر باید حتما پاک کنم این قسمت معادله رو بتونیم ساده سازی کنیم. حالا این قسمت رو من پاک کنم. حالا من صورت کسر میشه همون منفی رادیکال 2/4 مخرج کسر ما 3 علاوه رادیکال 2 هستش. این قسمت رو میخوام همون به مزدوجش ضرب کنم. مخرج کسر عین خودش میشه، پس میاد میشه 9 منهای 2 ضرب در مزدوج خودش که میشه 3 منهای رادیکال 2
که در این قسمت این سه منهای رادیکال دو باشه. الان این قسمت میاد 7. سار 7 که مخرج کسر میشه 28. حالا رادیکال دو رو باید داخل ضرب کنم. این رادیکال دو با این رادیکال دو میشه عدد همون 2. اینم به این ضرب بشه میشه منفی 3 تا رادیکال دو. پس میشه 3 منهای 2 منهای 3 رادیکال دو گزینه 2 نه؟ گزینه دو. بله دقیقا گزینه دو هستش. حالا بعد این سوال که حل کردیم حالا بیا گزینه رو پیدا کن. خب نظر استاد رو بشنویم. نظر دیگه چی بگم دیگه واسه این سوال. خب بچه توش مطالب خیلی آموزنده بود. همونطور که استاد گفتم حالا اینو در کنکور 99 مثلا آزمون سال پیشه مطرح کردم و شبیهش هم تو کنکور ریاضی همون سال هم اومده. خب طبیعتا این باید به ذهنتون بیاد. حتی تو تجربی هم یه چیز شبیه این اومده درسته خارج بود فکر کنم. دقیقا خارج هم باز دوباره تاجم کتانجات رو توز ریشه ها داده بود ولی معادلش کمی خوب بود دیگه. مثل این عدداش خیلی بد واقعا و تعداد مجهول هم زیادی. سه تا ما اینجا هم آلفا داریم هم ام داریم هم ان داریم. من تا حالا یادم نمیاد در کنکور سوالی باشه که این همه مجهول داشته باشه. این مقدار شسته رفته تر است ولی خب نکات خیلی قشنگی داشت، عملیات زیادی داشت که خیلی ممنون از استاد که خیلی زیبا هم حل کرد. خب بچه سوال 19 گفته باقی مانده تقسیم fx بر x منهای fx اضافی 2 به ترتیب 3 و 4 که شبیهش رو سال پیش در کنکور 99 تجربی هم داشتیم. خب بچه با این حساب یعنی fx که من مساوی 3 هست و F منفی 2 من مساویه چیه بچه ها؟ 4. خب دوست عزیز من با توجه به این مطلب من میام میگم باقی مانده تقسیم این عبارت بر X منهای 3 چیست؟ هر دانش آموز عاقلی با دیدن X منهای 3 اینو مساویه 0 قرار میده. X مقدارش میشه 3 و 3 رو میذاره داخل F. پس میشه F 6 منهای F بچه 27 با 3 میشه 30. 30 منهای 32 میشه منفی 2. منهای 1 هم گوشه مخفی شده که ما نبینیمش. بچه ها F منفی 2 رو من پیدا کردم قبلا 4. 6 منهای 4 2. 2 منهای 1 میشه 1. حاصل ما میشه F 1 و F 1 هم مساوی با 3 هست و گزینه 1 میشه پاسخ. سوال به نظر من که سوال کاملا استاندارد است درسته؟ باور کنید روند حلش خیلی عالی بود. یعنی کاملا با اون توضیحاتی که دادن یعنی گام به گام که رفتن مرحله به مرحله روی سوال خوندن و نوشتن که گام به گام سوال از ما چی میخواد و همین خاطر روند حلش برای شما شاید بگیم سوال راحتیه ولی برای دانش آموزان تجربی اگر قاطی کنن یا اصلا نفهمن میخوان در حل سوال چیکار کنن خیلی دچار اشتباه میشن، شاید اصلا به جواب درست هم نرسن. ولی روندی که رفتن روی سوال خوندن و گام به گام معلومات رو نوشتن خیلی روش خوبی هستش که حتما از این نکات استفاده کنید و این مراحل رو تا آخر برید و به جواب برسید. در کنکور 99 هم دقیقاً مثل این تست اومده بود و میتونیم بگیم در سالهای بعدی هم میتونه جزو سوالهای کنکور هم باشه و حتما هم خواهد بود. بسیار عالی. سوال 20 بله گفته در تابع این تفاضل حد چپ و راست در نقطه منفی کدام است؟ دوستان نگاه کنید، در اولا در صورت کسر ما این تابع درجه 4 میبینیم ولی خدا رو شکر یه x2 میتونیم فاکتور بگیریم. اول من تکلیف صورت رو مشخص کنم بعد میام سراغ مخرج کسر. نگاه کنید یه رادیکال داره، اگر از x2 فاکتور بگیرم این قسمتش میشه x2 2x و 1 که اونم عبارت x2 این 2x اینم 1 که یه بحث ابتدایی هم میدونی یه اتحاد اول هستش که بعد این میشه x2 این هم میشه x علاوه 1 به توان 2 اینا برم میشه قدر مطلق x این هم میشه قدر مطلق x علاوه 1. پس صورت کسر ما به این صورت شد. پس الان ما میتونیم بگیم fx که الان ما داریم صورت کسرمون قدر مطلق x در قدر مطلق x علاوه 1. مخرج کسر ما هم همون x علاوه 1 هستش. حالا در این قسمت نگاه کنید این جزء صحیحه یک تابع درجه 2 هستش که ما میدونیم اولا این اصلا ریشه نداره، یعنی وقتی که ریشه نداره یعنی دلتاش منفیه، پس یعنی در حالت کلی یه سهمی هستش که بالای محور ایکس هست. اگر از تابع مشترک بگیریم میبینیم که مشترکی گرفتیم 2x منهای 1 میشه و عدد 2x منهای 1 عدد خود منفی 1 رو بخوام قرار بدم چون که میشه منفی، یعنی در اون قسمت تابع من نزولی هستش. پس این قسمت اگر نزولی باشد به این صورت، خب یعنی قسمت همون منفی 1 رو میخوام بررسی کنم. این منفی 1 اگر منفی 1 رو داخل قرار بدیم جوابی که میاد میشه همون عدد 0.
حالا ما میخوام در این مورد جزئیات کاملا براتون بررسی کردم که به چه صورت هستش. حالا میخوام اختلاف حتی چپ و راست رو بررسی کنیم. دوستان دقت کنید، این عددی که هستش منفی یک رو قرار بدم، این در هر حالت یک اصلا تاثیر نداره، این که بکنار. حالا این دوتا میمونه با این جزء صحیحی که مقدارش رو باید عدد صحیح قرار بدم. حالا اگر یک بیشتر رو قرار بدم، یعنی منفی یک بیشتر رو بخوام قرار بدم، این دوباره میشه مثبت، با این میره و این قسمت فقط جزء حل این مسئله از سمت راست خواهد بود. پس منفی یک بیشتر میشه سه کمتر، که جزء صحیح سه کمتر میشه عدد دو. پس جواب این برای بیشتر یعنی حد راستش میشه یک دوم. حالا بیریم سراغ منفی یک کمترش. اگه منفی یک کمتر رو بریم، این با این حذف میشه، چون که داخل منفیه. یه منفی برامون میده، یعنی این با این حذف میشه، یه منفی میده. فقط بیریم سراغ این منفی یک کمتر، یعنی این قسمت میشه سه بیشتر، جزء صحیحش دوباره میشه سه، پس اینم میشه عدد سه. حالا اختلاف یا تفاضل این دوتا رو خواسته که میشه همون عدد 5 6 هم، یعنی گزینه 3 جواب این سوال خواهد بود. نظرات استاد رو بشنویم، بعد بریم سوال بعدی ببینیم. خیلی زیبا بود، خیلی زیبا عمل کردید، فوق العاده کردید بچه‌ها. توی این حد مشتق استفاده شد، کاربرد مشتق استفاده شد، قدر مطلق استفاده شد، اتحاد استفاده شد، بعد همه چی توش بود دیگه. واقعا سوال زیبایی بود. بازم امکان اومدنش در کنکور غیر ممکن نیست، چون واقعا سوالاتی بود در کاربرد مشترک که سال گذشته واقعا 3-4 دقیقه زمان می‌خواست، هیچ کسی زیر 1 دقیقه نمیتونه حلش بکنه. سوال کاربرد مشترک در تجربه خارج هم بود، در تجربه داخل هم بود. بنابراین امکان اومدن این سوال هست و همه چیزش هم روتین و مشخص. خیلی خوب بود. سوال خیلی مهمی هستش، داخلش خیلی نکات داره، پس حتما میتونه این سوال برای قسمت زنبندی ریاضی خودتون بنویسید تا نزدیکای کنکور یه بار مرور کنید تا نکات براتون یادآوری بشه. من همچین چیزی رو ندیده بودم تا حالا تو سوالات، ترکیب سوالات درست نه نبودم. من دقیقاً ببینید یه نوآوری هم در سوال بود. آفرین به طراحی سوال. سوال 21 بچه ها ببینید، برای سوال 21 من میام تفکیک میکنم. یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو با هم، این دوتا رو هم با هم میگیرم. یعنی میشه رادیکال x منهای رادیکال a بر رادیکال x2 منهای a2. این ورم دوستان من سوال 21 دقت بفرمایید، من میام تفکیکشون میکنم، یعنی اینو به این، اینو به این تقسیم میکنم. میشه بچه ها رادیکال x منهای رادیکال a به رادیکال x به توان 2 منهای a به توان 2. این یکی هم بچه ها میشه رادیکال x منهای a، پایینم مزدوجش میکنم در x به اضافه a. خب دقت بفرمایید این دوتا با هم ساده میشن و پاسخ این ور میشه چی بچه ها؟ 1 بر رادیکال 2 تا a. دوست من این حاصلش صفره، این حاصلش صفره. حالا بخواید دلیلش هم بدونی، خب طبیعتاً ببینید شما اینو میتونید به مزدوجش ضرب بکنید، بشه x منهای a، پایین بشه دوتا رادیکال a، اینم بشه رادیکال x منهای a در رادیکال x به اضافه a. خب این چیه؟ این از این دوتاست دیگه، یکیش با یکیش میره، پایین عامل صفر شونده نداریم، بالا داریم، حاصلش میشه صفر. برشه جواب این سوال شد این و این مساویس با 1/4 دو آ مساویس با 16 هست و آ مقدارش میشه 8 و گزینه 4 میشد پاسخ سوال ما. خب بفرمایید تا حالا از این سوال اومده یه دونه سوال یادم میاد در ریاضی ها سینوس این رو داشتم. دوستان دقت کنید، اگر آ رو قرار بدید، چون که زیر رادیکال صفر میاد، اصلا هوپیتال دیگه منتفیه، یعنی به فکر هوپیتال نباشید. پس هوپیتال کی خره؟ وقتی که زیر رادیکال صفر میاد. نکته بعدیش اینه که همینطور که دکتر گفتن، این دوتا رو با هم دیگه تفکیک کنیم به دو قسمت تقسیم میشه. اون کسی که ساده میشه فقط عددی که باقی میمونه 100% اون یکی قسمت، بدون اینکه فکر کنی حتما صفره.
پس این قسمت صفر میشه. دلیلش هم کاملا براتون گفتن، اگر اینو به مزدوجش ضرب کنی صورت کسرش یه ایکس منهای آی میمونه که نسبت به این دو برابر هستش، یعنی صورت کسر ما دو تا عامل صفر شونده داره که مخرج یه دونه داره، پس در صورت یه صفر شونده میمونه، پس اینم از بین میره و میتونیم بگیم سوال مشابهش در رشته ریاضی باز اومده، برای رشته تجربی هم یه بار اومده بود ولی در همین حد نه، و میتونه باز در کنکورهای سالهای بعد جزو کاندید سوالات باشه و بیاد. سوال خوبی هم هستش. بریم تست بعدی رو ببینیم. خب گفته اگر F همین تابع باشد و G هم به این صورت باشد، تابع F و G در صفر به ترتیب پیوسته هستن یا نیستن؟ یعنی مبحث پیوستگی مورد بحث قرار داره. حالا دقت کنید در این قسمت، وقتی که من میخوام صفر رو بررسی کنم برای تابع F، قسمت در نقطه صفر اینه، این مقدارشه که عدد منفی یکه. حالا من چپ و راستش رو میخوام بررسی کنم. حالا نگاه کنید تو سوال، از سمت راست این با این میره فقط میمونه یک، از سمت چپ میمونه منفی یک، پس یعنی در حالت کلی این قسمت از سمت راست شد یک، تراتون که گرد مطلق x میشه همون عدد x و در حالت کلی فقط میاد یک، این x رو علاوه یک میشه، این x رو منهای یک میشه، در صفر چپ و راست با هم برابر نیستن، پس میتونیم بگیم f پیوسته نیست، پس این شد نیست، یعنی این دوتا گزینه رد شدن. حالا میریم سراغ قسمت ج. برای این قسمت هم دوباره اگر صفر رو بخوایم قرار بدیم، مقدار صفرش دوباره عدد منفی یک هستش، چون که x میل میکنه به صفر ما میگیم کم توان ها مورد بحثه، یعنی فقط گرد مطلق x میمونه در صورت و در مخرج کسر منفی گرد مطلق x میمونه، این با این میره فقط عدد منفی یک میمونه، پس صورت کسر یعنی این قسمت شد منفی یک، این قسمت هم شد منفی یک، یعنی مقدار با حد چپ و راست با هم برابر شد، پس میتونیم بگیم ژ پیوسته هست و گزینه سه جواب این تست ما خواهد بود. نظرات استاد بشنوید. خیلی سوال قشنگ استاندارد، خیلی عالی عمل کردم. بچه ها شبیهش هم سوال کنکور بوده، من دقیقا یادم میاد که در یکی از کنکورهای سالهای اخیر، حالا سوالشو شما میدونید من دقیقا حضور ذهن ندارم، سوال کنکور بوده، اون برم سوال خیلی زیبایی است. بچه در مورد رسم این هم یک کوچولو فکر بکنید، مثلا x2 به اضافه قدم تا x رو یه رسم بکنید، میتونید رسمش بکنید، یعنی در مورد بردش در مورد دامنش با هم دیگه بررسی بکنید. خیلی سوال خوبی. و اگر این دو نباشه اینجا خوب دقت کنید، به سمت صفر مثبت میاد x منهای خالص x که میشه صفر مطلق، که اصلا این میتونیم بگیم بحث صفر مطلق رو میاره، ولی چون که این توان دو رو داره پس بحث صفر مطلق در این قسمت منتفیه، و در کنکور 98 هم در رشته تجربی همین سوالا بود که مخرج گرد مطلق x رو داشت، وقتی که چپ و راست رو بررسی میکردیم صفر با صفر مطلق روبرو میشدیم که میگفتیم این اصلا جواب نداره. خب بریم تست بعدی رو هم بیاریم. دوستان سوال 23 گفته f در x مساوی منفی یک پیوسته است، در x مساوی یک پیوسته نیست، a و b کدام گزینه میتواند باشن؟ خب بچه ها در منفی یک پیوسته است، منفی یک یه شاخش اینه یه شاخش اینه، منفی یک رو بالا بذارم میشه منفی یک به اضافه a، منفی یک رو پایین بذارم میشه منفی یک به اضافه b، از اونجا a مقدارش مساوی است با b میشه، خب طبیعتا این دو تا گزینه رو حذفش میکنه. حالا اینم گفته در x مساوی یک پیوسته نباشه. خب پس بچه‌ها من دو تا شاخه دیگه از x مساوی یک رو باید بررسی بکنم. یک بالا بذارم میشه یک به اضافه b، پایین بذارم میشه 2a. حالا اگر یک و یک بذارم این دو تا با هم مساوی میشن. ببینید 2 مساوی 2 میشه. پس من اینو نباید بذارم چون گفته پیوسته نباشه و گزینه 4 رو انتخاب خواهم کرد. یه رویکرد جدیدی بود، شاید در سوالات هم تو چیزی رو من ندیده بودم که یکی پیوسته باشه نباشه، شما رابطه بین a و b رو پیدا بکنید. سوالم سوال مشخص است که شبینم در کنکور امکان داره به این شکل نه، ولی خب fx پیوسته است و نیست، هر سال در سوالات اصلا یک سوال ثابت پیوستگی ما هر سال داریم و خواهیم داشت. من میخواد این در نقطه اینجوری اصلا سوال روتینی هستش، میتونیم بگیم سوال راحتی، سختی در سوال نبود. بریم تست بعدی رو با هم ببینیم. خب
گفته به ازای چند مقدار آ تابع این در مجموع اعداد حقیقی پیوسته شد. دوباره بحث پیوستگی آورده ولی با جز صحیح های ایکس. ما میدونیم جز صحیح در نکات صحیح اصلا پیوسته نیستش. حالا نگاه کنید، ما یه جز صحیح اینجا داریم، یه جز صحیح اینجا داریم. ما به قول ترکا میگیم آیرل اولماست، یعنی باید این دوتا رو چکار کنیم؟ یه فاکتور بگیریم در یه قسمت بنویسیم. بس میگیم اف ایکس ما مساوی است با از جز صحیح ایکس. چکار میکنم؟ فاکتور میگیرم، میاد میشه آ دو، این میاد سه آ علاوه دو، اینم همون جزء صحیح ایکس. این قسمت هم که منفی ایکس علاوه ایکس بمونه که ما واسه ما این قسمت کار نداریم. قسمت اعظم ناپیوستگی رو فقط جزء صحیح میگه. حالا جزء صحیح در تمامی نکات صحیح هستم پیوسته نیست. حالا اگر این در نکات صحیحی که این میده اینو از بین ببره میشه پیوسته. پس این میتونیم بگیم چند تا ریشه داره؟ این چون که دلتاش مثبته دو تا ریشه داره، پس در دو تا نقطه میتونه جز صحیح از بین بره و تابع ما پیوسته باشه. گفته به ازای چند مقدار آ، پس میگیم به ازای دو مقدار آ میتونه این پیوسته باشه. یا اصلا میتونست بگی به ازای چند مقدار، نه بگی مجموع اون آها چقدر باشه که تابع پیوسته است، یعنی اون مقادیر آ رو به دست داریم و با هم دیگه جمع کنیم. اون موقع ریشه ها رو به دست می آوردیم و با هم دیگه جمع می کردیم. سوال خوبی هستش، در کنکورهای سالهای گذشته هم بوده و یه قسمتش بوده. این قسمت کلاً کشکی که اصلا با این قسمت ما کاری نداشتیم، فقط قسمت گفتم اعظمش همون جز صحیح بود و میتونه جز سوالات کنکور 1400 به بعد هم باشه. نظرات استاد بشنوید. موافقم، موافقم. سوال خیلی سوال روتین آسان و قشنگی هم بود. یه فاکتور گیری البته به ذهنتون برسه دیگه که فاکتور باید بگیری سوال راحت حل میکنه. خب دوستان بریم سراغ سوال 25. میگه نمودار تابع فیکس در حوالی ایکس مساوی با منفی یک به کدام صورت است؟ بچه ها من منفی یک رو بذارم تو صورت، دقت بفرمایید، میشه یک و منفی یک میشه صفر، میشه منفی. پس صورت ما بچه ها چیه؟ منفی یک. میمونه مخرج ما. بچه ها کلی روش داریم برای تشخیص این که کدوم یکی از اینا جواب سوال ماست. من یه روش رو میگم براتون، حالا استادم خواستن یه روش دیگه هم ایشون بگن. من میام از این یه مشتق میگیرم، یا میگم رادیکال دو ایکس به اضافه سه یه تابع صعودی است، ایکس هم یه تابع صعودی است، جمع دو تا تابع صعودی میشه تابع صعودی. خب یه تابع صعودی من دارم که اگر بهش ایکس مساوی با منفی یک بذارم میده مقدارش رو صفر. درسته بچه ها؟ پس بچه ها منفی یک مثبت بدم میده صفر مثبت. خب یعنی ایکس به سمت منفی که مثبت باشه میشه صفر مثبت، جواب میشه منفی بی نهایت. اگر منفی یک منفی بدم بهش پایین میشه صفر منفی و جواب میشه مثبت بی نهایت و گزینه دو رو علامت میزنم. خب این یکی از روش ها. دوستان شما هم یه روش بگید برای خب دوستان دقت کنید در این قسمت صورت کسر ما همون دوباره منفی یک میاد. بذار رنگ رو عوض کنم باطنشو. بله صورت کسر ما منفی یک میاد. حالا به مخرج کسر نگاه کنیم، زمانی ما میتونیم بگیم گزینه 3 یا گزینه 4 جواب هستش که مخرج ما یک ریشه مضاعف مکرر مرتبه زوج بده، که این در حالت کلی به اون صورت اصلا نیست، یعنی پارانتز باز به توان زوجی که اصلا نداره. پس گزینه های 3 و 4 کاملا حذف میشن، فقط میمونه 1 و 2. اگر همون عددی که این ریشه منفی 1 منفی 1 از سمت راستش رو فقط بررسی کنید که بفهمید جواب میره به سمت منفی بی نهایت یا مثبت بی نهایت، میتونید تست رو بزنید. حالا نگاه کنید در این قسمت اگه من بیام منفی 1 بیشتر رو بررسی کنم، یعنی به این سمت رو بررسی کنم، ما متوازیم برای این 1/10 تولرانس بدیم، یعنی در نظر بگیریم همون عدد 9/10 منفی چند؟ 9/10. حالا منفی 9/10 رو در این قسمت قرار میدم ببینم آیا واقعا صفر بیشتر میشه یا صفر کمتر میشه. ببینید در این قسمت این میشه همون منفی 9/10 خودمون. منفی 9/10 رو قرار بدم بیاد منفی 1/8 علاوه 3 که میخوام قرار بدم بیاد تقریبا 1/2 دقیقاً میاد 1/2. دوستان نگاه کنید 1/2 اگه ازش جذر بگیریم نسبت به همون عدد منفی 9/10 بله میشه 1/1، یعنی مثبت میشه. پس اگه مثبت بشه میتونیم بگیم صورت که منفی بود پس این میشه صفر مثبت، پس این میاد منفی بینایت، یعنی در حال کلی از منفی که بیشتر از سمت پایین حرکت میکنه و گزینه 2 هم جزو جواب این مسئله خواهد بود. روش تشریحش هم این بود که اینو به مزدوجش ضرب کنید و بعد بتونید مخرج رو ساده سازی کنید و در نقطه منفی 1 جزو ریشش بحث کنید. پس سه تا روش گفتیم برای بچه‌ها، حالا هر کدوم خودتون راحت کنید ازش استفاده کنید.
خب استاد بریم سراغ سوال 26 خب. بفرمایید. گفته که اگر این تابه در تار پی سوم مثبت یه حدی رو برامون گفته، یه گفته مثبت بی‌نهایته و خودش هم از سمت راست بررسی کرده. دوستان نگاه کنید، اولا اف ایکس گفته تابه اف ایکس کدوم یک از این گزینه‌ها هستش. من اول چون که مخرج کسر معلومه سراغ مخرج کسر میرم، طبیعتاً باید صفر بیاد تا عدد بر صفر بشه بی‌نهایه. حالا من میام تار پی سوم اگه داری مثلثاتی رو بحث کنیم، تار پی سوم دقیقاً همین نکته هستش. در خود تار پی سوم میشه منفی یک دوم. حالا چون که تار پی سوم بیشتره، یعنی تار پی سوم رد شده، یعنی میاد منفی یک دوم بیشتر. حالا در این قسمت قرار بدم این میاد یکی علاوه دوتا، این هم میشه منفی یک دوم بیشتر. این با این میره میشه منفی یک بیشتر. منفی یک بیشتر رو با یک جمع کنیم میاد صفر مثبت. پس مخرج کسر ما فقط میشه صفر مثبت. حالا صورت کسر رو میخوایم بررسی کنیم. صورت کسر با توجه به افی که داریم حتما باید یک عدد مثبتی باشه تا جواب بشه مثبت بی‌نهایت. حالا در نقطه تار پی سوم سینوس در ناحیه سه منفی که نمیشه، کوسینوس در ناحیه این قسمت دوباره سه منفی، اینم نمیشه. پس اینو این رد شدن، فقط گزینه سه میمونه. اینم گفته گزینه های یک و دو میتواند درست باشه که میگیم اصلا نمیتونه درست باشه و فقط گزینه سه جواب این مسئله ما بود. خب نظرات استاد خوب بود. سوالی که مثلثات مسلطی میخواست که تشخیص بدید کدوم ناحیه است و تشخیص بدید چهار پی سوم مثبت کوسینوس چه علامتی داره و اف ایکس هم باید چه علامتی داشته باشه. یعنی باید تو مثلثات دانش آموز کاملا خبره باشه که بتونه سوال حل بکنه. خیلی سوال قشنگی بود و امکان اومدنش در کنکور هم خیلی زیاد، خیلی خیلی بالاتر و میتونم بیام. خب تست بعدی رو ببینیم. دوستان سوال 27 گفته حاصل این ایکس به سمت بی‌نهایت چیست؟ بچه‌ها شبیه سوال در کتاب‌های درسی وجود نداره و حتی رادیکال x2 به اضافه 2x منهای 3 منهای xی که در کنکور 98 هم اومده بود هم تو کتاب درسی نیست. خیلی ها وقتی که ما اینا رو تدریس میکردیم میگفتن که اینا تو کتاب نیست، ما نظام قدیمه، ولی خب تو کنکور 98 اومد و این نشون میده که باید به این سوالات دانش آموز ما مسلط باشه. بچه ها برای این نوع سوالات روش های مختلفی هست. بهترین روش و سعی ترین روش اینجا همعرضی نیست، چون همعرضی همچون چیزی ندیدی تا حالا. طبیعتا باید به یک مزدوج ضرب بکنیم، ولی مزدوج هوشمند، یعنی مزدوج سریع. خب من به مزدوج ضرب بکنم میشه اولی به توان دو، میشه x به اضافه رادیکال x به اضافه رادیکال x منهای دومی به توان دو میشه x، بعد میشه حاصل جمع اینا دیگه. یه رادیکال x این بزرگ، اینم رادیکال x، پایین میشه دوتا رادیکال x. دقت بفرمایید این دوتا با هم دیگه میرن، بزرگ بالا رادیکال x، بزرگ پایین دو بر رادیکال دو رادیکال x، پچه ها میشه رادیکال x بر دو رادیکال x، با هم دیگه میرن و مقدار ما مساوی یک دوم میشه و گزینه سه میشه پاسخ سوال شما که یک حد مبهم بود و ما رفع پامش کردیم. خب نظر خب دوستان دقت کنید، وقتی که x میره به سمت بی نهایت در تنظیم نهایی ما میگیم بزرگترین درزی صورت بر بزرگترین درزی مخرج. این که اصلا مخرجی نداره، از اونجا باید با به فکر ما برسه، باید به مزدوجش ضرب کنه اصلا مخرجی درست بشه. از اونجا ما میفهمیم باید حتما به مزدوجش ضرب کنیم. حالا به مزدوجش هم که دکتر ضرب کردن خیلی سریع تونستن بنویسن. حالا اگر هم خواستید با روندی که به مزدوج اینا ضرب نکنید، فقط میگید این رادیکال ها نباشه، اینو با این کمش کن و در مخرج کسر بزرگ اینو با بزرگ این جمعش کن و سلام، که دقیقاً همون روند مزدوج هستش. خب سوال روتینی بود و میتونه هم بیاد، یعنی میگی میتونه بیاد و حتما دقت کنید و به این سوالات مسلط بشید. بریم تست بعدی رو ببینید. خب گفته اگر x بره به سمت b نهایت، باز دوباره از اون سوال است که گفته بودن نمیاد، باز اومده و حالا ببینیم روندش به چه صورته. میگه حاصل آب کدام هستش. دوستان نگاه کنید، وقتی که اینو به این تقسیم کنم، بزرگترین درزی صورت بر بزرگترین درزی مخرج میاد میشه x. وقتی که x رو فقط بنویسی اون موقع این قسمت میمونه. زمانی ما میتونیم بگیم بزرگترین درزی صورت بر بزرگترین درزی مخرج که فقط یه صورت یه مخرجی داشته باشه، یعنی تیکه تیکه این مدار رو نمیتونیم حساب کنیم. آنگاه اون موقع میشه بینات 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 که اصلا جواب نداره. پس میتونیم خیلی راحت اولا اینو به این چیکار کنیم، تقسیمش کنیم. خیلی راحت میگیم همون x2 علاوه 2 تقسیم بر همون x علاوه 1
فقط اینو به عنوان مجانب مایل برمیداریم. یه ایکسی در این قسمت بدیم، این میشه همون ایکس دوی علاوه ایکسه که این قسمت میشه منفی ایکس علاوه دو. یه منفی یک بدیم، ما فقط با این قسمت کار داریم که میشه همون ایکس منهای یک. یعنی ما در این قسمت اینو به این صورت می‌نویسیم. حالا یکی برمیگرده میگه چرا فقط اون قسمت رو نوشتی؟ نگاه کنید، ما فقط در این قسمت وقتی که منفی یک رو قرار بدم میاد منفی ایکس منهای یک، این میشه عدد 3. حالا اگه بخوام اینو پاک کنم به جاش تقسیمش رو بنویسم، می‌نویسیم ایکس منهای یک علاوه 3 بر همین x علاوه 1. دقیقاً من به جای این اینو نوشتم، منهای ax هم سر جای خودش، منهای b هم سر جای خودش. حالا اگر بی‌نهایت رو قرار بدم، این که میشه عدد بر بی‌نهایت 0، این که از بین میره و همین خاطر اصلا فایده نداره. و جوابش تو که برابر 0 میتونیم بگیم این باید x ها با هم برن و b ها هم با هم برن. پس نتیجه میگیرم که b من باید بشه منفی 1 که با این منفی بشه مثبت 1 که با منفی 1 حذف بشه و طبیعتاً آ هم باید بشه 1. اگر آ بشه 1 این میشه منفی x، اینم میاد x که از بین میرن و از ما حاصل ضرب اینا رو خواسته که میشه گزینه 3. و جواب این مسئله ما سوال واقعاً خوبی بود که میتونیم بگیم در کنکورهای سالهای گذشته احتمال اومدنش هم باز خیلی زیاده. روند عادیش اینه که مخرج مشترک گیری بگیرید و بس صورت کس اگر صفر بیاد مسئله هم حله. ولی دوباره گفتم با این طرف هم خیلی راحت حل میشه، میتونید مخرج مشترک گیری هم بگیرید. نظرات استاد رو بشنوید. پاسخنامه ها هم بچه‌ها یا کتاب‌های مختلف اساتید محترم دیگه همشون مخرج مشترک میگیرن. ولی با توجه به اینکه خب نظام قدیم ما اینا رو مجانب‌های مایل پیدا می‌کردیم و حل می‌کردیم، تقسیم می‌کردیم، به نظر من هم روش به این صورت خیلی سریع‌تر خواهد بود. بله. خب پس سوال 29 یه سوال کلیشه‌ایست، همه جا دیدید و امکان اومدنش در کنکور خیلی زیاد است، جزء تمرینات کتاب درسیتون هم هست. دو تا نقطه رو به شما داده، گفته در نقطه x مساوی با 2f بهش مماس است، حاصل عبارت از شما خواسته. خب بچه‌ها من شیب خطی که از این دو تا نقطه می‌گذره رو پیدا می‌کنم، 9 منهای 3 میشه 6، 5 منهای 1 هم میشه 4، جواب میشه چی 3 دوم. این معادله خط رو من بچه‌ها چی می‌نویسم؟ پس y مساوی میشه با 3 دوم x، بچه‌ها 1 بدم باید بده 3، پس این باید به اضافه چی بشه؟ 3 به اضافه 3 دوم باید بشه. حالا بچه‌ها من دنبال f پریم 2 هستم، f پریم 2 همون شیب خطه، پس میشه همون 3 دوم. دنبال f 2 هستم، خب پس من 2 رو باید بذارم اینجا دیگه، 2 با 2 ساده میشه، میشه 3، 3 با 1 و نیم میشه 4 و نیم. خب بچه ها 1 و نیم منهای 4 و نیم میشه منفی 3 و گزینه 4 میشد پاسخ سوال شما که گفتم سوال روتین است، درسته؟ دوستان دقت کنید وقتی که دکتر دارن میگن اعداد رو میذاریم داخل وای، یعنی داخل خط، این میگیم خط در حالی که منحنی F باید سایه گذاری کنیم، منظورش دقیقاً همینه ها، سوی تفاهم نشه. این عدد همون x مساوی 2 هستش، در این قسمت این به این مماسه، پس در اون قسمت یعنی نواحی این منحنی با خط اصلا فرقی نداره، چون که عرضهاشون هممون برامون یه عدد ثابتی میگه. پس به جای اینکه 2 رو بذاریم به f همون خط رو قرار میدیم، چون که f در کار نیست و در حالت کلی در این نقطه شیب این منحنی با شیب اون خط یکسان هستش و مشتک اونم در اون نقطه همون با شیب خط برابر میشه و همین خاطر در همون معادله خط قرار داد و به جواب و به گزینه 4 رسیدن. روند حلش خیلی عالی بود که میتونیم بگیم در سالهای گذشته هم دقیقاً اصلا میتونیم بگیم در کنکور 1300 حتما خواهید دید، چون که تمرینات کتاب درسی هم هست، مثالای کتاب درسی هم هست و چندین مورد در آزمون‌ها هم اومده و تاکید بر مهم بودن اینجور سوالا رو برامون نشون میده. و اما آخرین سوال، سوال 30 که سوال خیلی جالب است. بله، گفته که اگر شکل زیر نمودار تابع f، این یک تابع f ما هستش، میگه این حاصل چقدر هستش. ببین f پریم 1 یعنی شیب در نقطه 1، یعنی در نقطه 1 یعنی همین نقطه شیب اینو میخواد، چون که این ور زاویه شو داده، پس این قسمت زاویه که برامون به دست میاد همون 45 درجه هستش. تانژانت 45 درجه شیب این خط رو برامون میده، پس ما میتونیم بگیم f پرایم 1 علاوه این خودش دوباره تعریف مشترک
در نقطه یک هستش، این هم همون f پرایم 1ه و ما فهمیدیم که f پرایم 1 1 بود، پس 1 رو با 1 ضرب کنیم که میاد 2 علاوه حالا f a و f b رو من میخوام. نگاه کنید این خطی که هستش در این نقطه برامون منفی 1 رو قرار بدیم، همون a رو برامون میده و 2 رو قرار بدیم میتونیم f b رو به دست بیاریم. حالا من باید f همین نقطه رو به دست بیارم. شیبی که الان دارم در این قسمت همون f 1 دیگه، شیبش تن شد 1، پس من میتونم بگم y مساوی است با این x عرض از مبدا رو نداره، ولی این نقطه رو دارم دیگه، یک رو بدم باید جواب صفر رو بده، اگه یک رو بدم این منفی بشه باید صفر رو بده، همین. پس در اگر همین خط x منها 1 بود، حالا 2 رو بدم میاد 1، یعنی این میشه 1، و اگر منفی 1 رو بدم، منفی 1 رو بدم میاد منفی 2، پس این هم میشه منفی 2، این با هم میشه منفی 2 1، زمشون میاد عدد 1 که گزینه 2 زحمت شستاد میکشن، بله گزینه 2 جواب این تست خواهد بود. خب نظر کادو دادم دیگه، سوال کادو بود برای بچه ها بعد اون سوالات سختی که اوائل داشتن، البته بچه ها سختی منظور محاسباتشون طولانی بود وگرنه سوال سنگین نبودن، سوالات با محاسبات این سوال هم دقیقا از لحاظ شکل مفهوم مشتق داره برای شما نشون میده، یعنی از روی منحنی بتونید شیب و مفهوم اینجور چیزها رو بفهمید تا در این رابطه قرار بدید. سوال سختی هم نبود برای اینکه اگر بتونید مفهوم شکل رو از لحاظ مشتق بفهمید. اصلا در مورد کلیت این آزمون اگه برامون بگی سوالا در چه حدی بودن، میانگین باید چند درصد دانش آموزان بزنن تا بتونن امیدوار بشن برای رشته های تاپ تجربی ان شاء الله. البته من نظرم اینه دانش آموز این آزمون رو بالای 50 بزنه دانش آموز خیلی خوبی است، چون سوالات نصف سوالات واقعا سوال در زمان مشخص ها، نه اینکه زمان فری باشه، نه در زمان مشخص آزمونی رو 50 زدن خب یه درصد خیلی خوبی است، خب بالای 70 زدن جزه دانش آموزان تاپ خواهد بود، ولی 50 رو انتظار داریم دانش آموز بله 100 درصد بزنه و حالا 30-40 هم بزنید خب جزو درصد های خوب و دقیقا 50 به بالای کنکور میتونید باشید. در مجموع آزمون پر نکته بود، آزمونی بود که شبیه ساز کنکور نمیتونه باشه، ولی یک آزمون پر از نکته پر از مطلب بود که به کمک استاد داوطلب عزیز که از اساتید خیلی خوبه شهر و کشورمون هستن آزمون رو تحلیل کردیم، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. استادم هر حرفی که دارید بفرمایید. همین حرفا رو دکتر گفتن، انشالله که این آزمون براتون مفید واقع شده باشه برای تحلیل آزمون های بعدی. منتظرتون هستیم.